همه چی خوبه، ولی خب مخصوصا برای متعهدات چون این دوری از خانواده خیلی سخته، واقعا سخته. ما تو این چند سال هم مخصوصا امسال ما 7-8 ماه از سالو نبودیم، همش تو اردو بودیم، مسافرت های خارجی بودیم. اگه یه امکانی بشه که توی بعضی از کشورها که میشه شرایطش هست خانواده هم کناره، کسی که متأهل هستن، حالا یک سالی که مثلا با پدرمادرش زندگی می‌کنن، حداقل بعضی از این سفرها، چون تیم‌های بزرگ من می‌دونم تو فوتبال مخصوصا کشورهای پیشرفته این همچین کاری می‌کنن. من می‌دونم آلمان برای جام جهانی کنار کمپ تیم ملیشون 90% 100% خانواده‌هاشون آورده بودن، اما دو تایم شده می‌اومدن یه بازی داشتن می‌دیدن خانواده‌هاشون رو از روحی هم تغییر می‌شدن. این فکر می‌کنم کار قشنگی باشه تو مثلا سفرهایی که میشه تدارک ببینن که مثلا بعضی بچه‌ای که میتونن خانواده‌شون در کنارشون باشه که این دلتنگی و این دوری کمتر احساس بشه. کجا داری میری؟ نه نمیدونی؟ پیسه بابا آفری. من کرمانی هم. بعد با آقای میرزا جانپور که مازندرانی چجوری آشنا شدی؟ من تیم ملی والیبال هم. آه از شما هم خودتون روزگار رو چشیدی؟ بله بسیار خوب بسیار سخت. نه من نه همدانی هم خودم آرمین هم که همدانی دختر خاله پسر خاله. خب از شما هم باز آرمین امیری اون فکر فامیلش خواهر و برادر اینه همین فکر فامیلی دیگه من دیگه کار نه پس آخر دو خرخنه جم جم از برای شما هم تعمل کردنش خیلی دور از انتظار نیست بس من ولی خیلی سخت چرا خب کلا سخت نرمه خیلی اذیت کرده این چمکی باباش هم بوده نه اذیت نکرده اذیت کنی که خدا بود همه چه همه شو شما از این به بعدش هم خوب باشه زودتر برسیم دورا فقط برسیم همین از این زودتر برسیم چون چند روز نهیدی شوهر زیاد باباش برده دلت دیگه خیلی برای بابا تنگ شده اومدی اینجا هیم از تلویزیون این چشم بادومی ها رو دیدی که دور برای بابا بودن الان دیگه منتظری بابا رو ببینی آره دیگه جانا. باباش برده خب بریم چه باباش فرمه کو فرمه چه بچه ها الان چقدر آروم شده ببین چقدر خوب شده الان بابا بیا ببینم اسم اینجا که الان هستی میدونی چیه؟ کشار کاره گلبو خانوم گلبو خیلی خسته است گلبو خانوم اصلا میدونی چش بادومی یعنی چی؟ بگو یعنی چشاشون اینجوری باشه شکلیه خانمتون رو ندیدی؟
کنم. چه 50 روز؟ 50 روز نه اینجا. چه حالیه 50 روز؟ خیلی بده. آدم تنها تو معمولیت و سفر. اونایی که کشیدن اینو میدونن، اونایی که نکشیدن نمیدونن داستانش خیلی سخته. شما تو یه جبهه جنگی؟ خانمتون هم تیجه؟ آره دیگه، با من خودم سختی با تمام کنم بالاخره دونی. چی شد امشب فرسی بیایم بیرون از دکنه؟ ما فردا صبح استراحت داریم، ولی امشب بمون یه ساعت اجازه دادم بیایم بچه همونو ببینیم و برگردیم. آره الان باز زود برم ببینمشون برگردیم. بهشون خبر دارم بمیان؟ نه بهشون نگفتم. پس بریم. آره بریم شد. صدا ما میشنوه دیگه گریهش میگیره، خانومم که الان اینجاست، ولی خیلی برای ما سخته، ولی مجبوریم تحمل کنیم به خاطر موفقیت ورزشمون در وهله اول و به خصوص والیبالمون، چون تو این چند وقت ما خیلی سختی تحمل کردیم، حالا رسیدیم به اینجا، باید انشالله خوب تحملش کنیم این قضیه رو دیگه. هم که مدال طلا رو کسب کنن یه افتخار واسه ماست، بعد بالاخره تقریبا جبران این دوریا میشه. این بزرگتر هدیه که والیبالیست ایرانی در طول تاریخ میتونه به خانم بده. 100%. بابا اومد دیدیش؟ خوشحالی الان؟ برو بگی بابا رو ببینم. بودو بگیریش. برو ببین. سلام امو، چطوری؟ سلام خوشحال ماما شما مشغول بودم تخفیف من جیو خوردم. چند روز بازی نکرده بودی؟ بیشتر از یه ماه. بیشتر از یه ماه؟ کلا چقدرش هست که بیشتر از یه ماه شما بازی کردی؟ الان 16 ماه شده. 16 ماه شده. سلام علیکم. واقعا یه مرد دنیا باشه خوشخبره. خوشخبره. به جان دخترم واسه میگم. سلام علیکم. آقا خوشخبر اینجا هم سرپرسته. همه جا سرپرسته. آقا خوشخبر اگه دستور بدن ما اصلا ایشون بگم. میرزا کمک روحی میتونه باشه واسه اون حضور بچه‌مون زنمون توی سالن. فکر کنم که کمک خیلی خوبی، امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه، نه فقط همه ورزشی شده که بتونن از حضور خانوادهشون بهره بگیرن، حتی تیمای خوب دنیا هم تو مسابقات بین‌المللی بزرگ هم این کارو میکنن. همین تیم آلمان که قهرمان جهان شد، همه خانوادهشون خود تورنمنت باهاشون بودن، فکر کنم کمک روحی خیلی خوبی شد. آقا واقعا روحیمون اصلا از این رو بود. سلام علیکم آش خانم، حال شما خوبه؟ تو بس آش خانم خیلی خوش تشکر. آقا بابا من مجلس بیدیو مجلس بیدیو هر بابر مجلس بیدیو کرموزی جانپور بود تمام پولایی که پولایی که گرفتیم آقای میرزا جانپور، ما هیچ کی به زنامو نگفتیم آقای میرزا جانپور، زحمت کشیدن پولا رو گفتن اون تو حالا دعواه. الان من نمیدونم چیکار کنم چی بگم بزنم. میگه تو اینقدر پول گرفتی، با پولی هم نگرفتیم ما، چقدر مگه همه دمیلون خوش گلید سیز به سرزمین جمونگ سوسانگان. عمو رو ببین. بگو بله. پول میخواد. بریم قبل و بعدش رو بزن قبل و بعده قبل و بعده جانان آقا اینجا بیچاره شدیم. اون چیه مارکت مارت زده اون مرکز خریده که نزدیک ماه دقیقا 5 دقیقه پیاده روی. من نمیدونم این گلرنگ چه کاری بود کرد زنا رو آورد. پولای ما هم پولش رو میداد به شما. جانان انقدر دلش تنگ شده برای هر کیو میدید تو تلویزیون گفت بابا
آره بابا فرودگاه داشت والیبال نگاه میکرد، هر کی نگاه میکرد میگفت بابا. آره بابایی من خودم حالا تنها هم، ولی بچه‌هایی که بچه دارن خیلی براشون سخت. حداقل تو این سفر 12-13 ساعته فهمیدم که واقعا چقدر سخته بدون مرد بودن و با بچه و حالا دیگه یه جورایی همچین مرد. میرم خرید یه هم میبینم تنها هم. خب همه بعضی ها رو میبینم که مثلا با همسراشونن، حالا خب تو اون شرایط حتی باورتو شاید نمیشه، خیلی ساده ایه، ولی یه لحظه قشنگ بغض میکنم و دلم میخواست اون ساعت شد مثلا خب منم عادل پیشم بود و با هم خرید میکردیم، ولی بعد که فکر میکنم به لذت هایی که داره باز میگم نه، بازم قابل تحمله و هم که این همه آدم رو خوشحال میکنن خیلی شیرینه مطمئنه. آمیسم چی شد؟ سرم دن گل بخور تو دندون ما سرش داره اومدم بغلش. نه اون بنده خدا داره گریه میکنه، اون بنده خدا جان تمرینه دیگه. بله بله اون بنده خدا داره گریه میکنه، هنوز داره اون گریه میکنه، دندون رو خلیص کرد. چون داره حتی گریه میکنه. قربونت برم گلگون. ناز کن آفرین. من 10 سال سرپرست این تیم هستم و از این سفرها زیاد دیدم، تجربهشو دارم و فقط تعامل خیلی نذاشتم که تاثیر روی کارم بذاره، اما قطعا برای خانواده‌ام خیلی سخت بوده. خستگی‌ها و اذیت‌ها فقط با چی در میشه؟ فقط با نتیجه، یه نتیجه خوب بگیریم خستگی از تنمون در بیاد. خرید از اقل رویهاشون خوب میشه. خستگیتون در رفته؟ خسته همین ساعتاش هم دور بکنم یه چند تا چیز خوش گل برش بخریم، خستگیهاش هم برده بخری دختره دیگه. این دونه یه برده ولی ما الان نمیتونم اینا بخریم. باشو برامون میایم اونا برامون کادو بخرن. شاپینه. فهمیدی میگی بیا بریم خالص فهمیدی. پنتا. شوش برامون خالا بیا. آقای دوواسه. چاله. بکنه دست تو نمیتونی. پنتا. یه پایا. دنیه پایا. داریم میریم سالن بعد از مدت ها این بچه ها باباشون رو ببینن. اینم جانان خانم دختر آقای فیاضی و دختر آقای ترمه و دختر آقای ظریف ترمه خانم و گلبو هم دختر آقای مهدوی بالا هن. اونه چند دقیقه دیرتر میان، یه مقدار خسته هستن، استراحت کردن. اینا الان دلگیر باباش، الان داریم میریم بابا رو ببینیم. بازیمون هم ساعت 7:30. اینم جانان گرفته بلیطا رو، بریم با جانان بریم. جانان دل میری بشه بابا. بگو بابا. آره. نیاز بود من خواهم محمدی تعویض میشیم، یار کمکی اومدیم. آش خانم محمدی هم بله تیم ملی والیبال هم بای کله بای کله بای کله بلند زن هم من سرعتی زن. آها خب هم پست همسرشون ولی من نه. آها ما برای پس... تفاهممون بیشتره. پس شما هم تو خونه بعد بازی ها میشینید تحلیل میکنین بازی ها، درسته؟ آقا شک نکن من مخی شوهرم رو خوردم. ایلان 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 توزر ایلان فایتن ایلان. اوه عزیزم باز خواهدیم بخواهیم باز خواهدیم سلام قهرمانا. سلام قهرمانا. سلام قهرمانا.
خوشحال شدی بابا رو دیدی؟ دلتنگی ها رو ما لحظه که شما رسیدی به خانواده دیگه چون سریع رفتی ما نرسیدیم قربونت، مرسی، مرسی. دلتنگی ها چطور بود؟ من تو بازی دیدم خیلی حواست بود که ترمز سنت بیدن حواست بود بازی امروز زیاد تمرکز نمیخواستی با تو همین حواست هم به بچه همون بود ولی فرد و فرصت ندیده نهار بخوریم درسته؟ بله چطور بوده تا اینجای سفر؟ خیلی خوب خدا رو شکر تا اینجاش خوب بوده ایشانه از اینجای برش خوب باشه دیروز به نظرتون حضورتون تو استادیوم چقدر تاثیر داشت؟ بلا ما تا اینجای خیلی تاثیر داشت نه خب بچه ها الان خوب هست یه جایگاهی هستن که شاید بودن نبودن ما خیلی میبینم براشون دقیقا تو بازیشون شاید تفاوتی نکنه ولی خب اومدن ما اینجا باعث شد که روحیه اینجا یه ذره کسل شده بودن و خسته شده بودن حداقل بهتر شد و اینکه بالاخره ما ایران که بودیم باشون حرف می‌زدیم من شخصا حالا با شوهر خودم صحبت کردم اصلا خیلی دیگه خسته بود واقعا در حدی که اصلا گفتم میرا یه توی از والیبال زده شدم ولی خب الان اومدنم اینجا باعث شد حس میکنم که الان قشنگ عوض شده روحیش دوباره زده شاد شده شوهراتون خونه کمکتون میکنن آشپزی ظرف شستن اصلا هستن که شما همون وقتایی که هستن از همینجا جواب بدین اصلا من به شخص آره کمک میکنم واقعی جواب بدین بعدا حالا خوشون دارو میبینن بعد میبینین که والیبالیست ها خیلی آدمای صادقی هن یعنی شما اگه الان بگی ظرف میشوره بعد توی برنامه این تصویر رو ببینه میگه نه من نمیشه اگه واقعا نشه نه عادل ظرف نمیشه ظرف شستن غذا چی غذا درست میکنه نه چون تکلی اصلا بلد نیست من غذا یه بار بهش عمرم سپردم رفتم بیرون زنگ زد گفت سوخت حتی نگرفت که بعد خاموشش آقا میرزا جان پور چطور؟ کمک میکنم دقیقا مثل آقا کلام میرزا باشه خیلی کمک میکنم کلا مازندرانی هست در دوست دارم شما که خواهرتون هتل که ترمه رو نگه داره یه خود دیرتر میدیم خبر دارین از زندگی آقای ظریف و خواهرتون؟ آقای ظریف خب کمتر آقا فرسونن خیلی کمتر وقتی هم که هستن اگر که لازم باشه غذا رو میتونن درست کنن میدونم در حد اینکه خودشون سیر کنن میتونن ظرف چی ظرف شده؟ شاید شما براش خواهر خانم بازی در میاری تو خونه؟ مثلا دیگه بعضی هم میگن خواهر شوهر درسته؟ بعد خواهر خانم هم یه جای جایگاه ویژه خودشو به جهت بعضی چیزا داره درسته؟ جایگاه بالایی داره خواهر خب مثل شما حرفایی داری برگی؟ نه من هیچ خواهر درسته گفتم خانم هیچ خواهی رو حاصل اینجا نشست از خانم خانم این شهرانی خودش یه رفته املت باسم درست میزنه خیلی وقت خاصیه. خیلی خواهش هم میکنه. خب، هر وقت هم جایی که با هم بودیم خواهش هم میکنه. ولی بیشتر وقتا خسته است. حتی مثلا
کار کوچیکش هم خانم یه پاشو کار انجام بده تکون نمی کنن وظیفه همونه دیگه تا اونجایی که بتونیم و کمکشیم یه جاهایی خب تو دوست داری مثلا مهمون بیاد بره تو بری مهمونی با همسرت من شخصا تو این زندگی 8 ساله با عادل شاید فقط 3 بار عروسی رفتیم 3 یا 4 بار الان خیلی هم کم حتی خونه عزیزای خودش خیلی نمیدونن یعنی همشون به من گلگی میکنن ولی خب واقعا میدونن که خب عادل سر شلوغ نمیتونه یعنی خونه حتی عمه عمو واقعا کم میری حالا این فیلمی که الان داری میگیری ماموزای عادل 36 روزه که نه 30 روزه که فوت کرده خودش خبر نداره؟ به خاطر اینکه تو مسابقه بوده درسته؟ هیچ کس هم اجازه نذاشتیم بهش اطلاع بدن نه؟ برای خوبی کردی که اطلاع ندادیم زندگیشون اینه حرفه‌ای هم ما باید حرفه‌ای با این قضیه نگاه کنیم به این قضیه باید حرفه‌ای نگاه کنیم که کمکشون کنیم که بتونن حد اول دل مردمشو با این چیزها خوشحال کنن چون واقعا میبینم که چقدر خوشحال میشن وقتی که این درون بر میریم اینقدر تعریف میکنن اینقدر میان میگم ما چقدر شماها رو میبینیم میبرین همین باعث میشه که ما هم دلگرم بشیم به اینکه حداقل یه همچین اتفاقایی اگه پس نگیم بذاریم که موفقیت کسب کنه که مردم خوشحال شن ما هم حداقل اینجوری خودمون رو سریع میکنیم حسین معنوی هم خیلی چهار سال قبل تو گوانجو موقع گرفت امیدوارم که اینجا بچه ها طلا بگیرن روی حسین آقا از اون بالا شاد جای حسین آقا خیلی روزی که عادل اومد خواستگاری شما اصلا شما با هم آشنا شدین و قرار شد که با هم ازدواج کنین بالاخره یه صحبت با هم کردین و عادل یه سری حرف به شما زد عادل اینی که این جایی که الان ایستاده بود عادل ببین ما تقریبا 9 الان خب عادل امسال بهمن ماه 29 سالش تموم شد 9 سال پیش که پسر 20 ساله بود خب نوجوانان جوانان تو تیم ملی بود اما خب برای بازیکن ها که بتونن به لحاظ روانی اون خستگی خودشون رو فراموش بکنن یه دونه
بگو آقا مرسی طلایی تیم قهرمان کردی چیکار باید کنم آقا من میگم این خانواده رو بیاریم ما قهرمان شیم بگین نه بیا فقط والیبال گروهی قهرمان شد به خاطر زن و بچه‌ها اما موفق باشید ان شاء الله
از دوستان خوبم در شرکت گلرنگ خیلی سپاسگزاریم. بچه‌ها همشون ممنون هستن. اقدام بسیار ارزشمندی بود انجام داد و انشالله که بتونیم و بچه‌ها تونسته باشن با این مدال طلای مسابقات خستگی رو از تن خودشون، ملت ایران و دوستانی که زحمت این کار رو کشیدن به در آورده باشن. و فکر میکنم این اقدام میتونه فتح بابی باشه برای ورزش کشور که در آینده بتونیم این موفقیت رو هم تکرار بکنیم و هم شرکت های دیگه هم بیان پای کار و این کمک رو با بکنیم. آقا موفق باشیم. تبریک. آه نه بابا قسلم بسید. آقای زریف تبریک. بدونستم ما قهرمان میشدیم. همه چه واسه این مردم، واسه این بچه ها سیاست کنیم. همه تقدیم این مردم عزیزم. همش به سهم خیلی بزرگی رو خانواده ها داشتن و فکر میکنم که این نبودنه ما سختی ها رو تحمل کردن و فکر میکنم که ارزش هم داشت. بعد چند وقت با ترمینال میریم بیرون؟ کمتر از تیری بینی 45 تا 50 روزه. 50 روزه که با تیم بیرون یه ماه و نیم تقریبا بگم. آره بچه داری سخت داری یا والیبال؟ مطمئنم بچه داری. بچه داری سخت داری؟ سخت داری ولی لذت بخش داره. سخت داری لذت بخش داره. والیبال که دیگه اینقدر بازی کردیم دیگه راحت دیگه. بخوای به خانواده یه مدال بدی از طلا و برنز و نقره کنیش؟ بیشون باش. خیلی ارزشش بیشتر از این چیز. خیلی خیلی. نتیجه تبریک مجدد. قربان شما. قهرمانی عالی و سلامت باشید. همه رو خوشحال کرد. بعد چند روز با گل بودنی بیرون اینجوری راحت بدون استرس و بدون دغدغه اینجوری با خیال راحت فکر می‌کنم یه 7 ماهی میشه. 7 ماهی که ما بیرون نرفتیم. 7 ماهی که دقیقاً اینجوری با خانواده بیرون نبودیم. براش پیره خریدیم. الان امروز هم بریم خرید ببینیم چی براش گیر میاد، یه خوشگل براش بخریم. تا خدا چیزی واسه دادن نخواد اتفاقی واسه من نمیفته. زحمت خیلی کشیدم. خیلی زحمت کشیدم واسه آرزویی که داشتم. سختی های خیلی زیادی کشیدم و دوری از خانواده، دونم که اردو بودن، فشار تأمینات، جونم بابا، خوبم بابا جون. بعد میگم که هر آدمی اگه میخواد موفق بشه باید خیلی سختی بکشه، باید یه سری از لذت هایی که حقشه بزنه. عادل خان خسته نباشید. درمونده نباشید داداش. سفر پربار تموم شد بالاخره. از کره راحت شدی نه؟ برگردیم تهران بابا. خدا امروز داشتم میگفتم تو آینه خودم نگاه کردم پیر شدم قشنگ. دیشب یه سری سوال از بچه‌ها کردم. من شدم زنزلیل درسته؟ آره. شدی زنزلیل کردی. خود احتمالاً یه سانسور ریزی کردم بچه‌ها. از خودش بپرس. به غیر از زنجیر چیز دیگه هم بودن؟ نه من میتونم تایید کنم. چی رو؟ آره. تکذیبش کنم. آره. زنجیر بودن من. نه نیست. جوابی که بچه‌ها دادن. آره. تو هر چی بگی هم. جدی؟ آره. فکر کنم ببین این مسئله اینجا هستش که احترام زیادی نمیشه رو زنجیر بودن. که آدم طرف مقابلش احترام بذاره. زنجیر بودن نمیشه. ما ها خیلی خانواده دوستیم. هممون اینجوریم چون خیلی کم می‌بینیمشون. دوست داریم تا اونایی که پیش خانوادهمون هستیم هر چیزی در توانمون داریم بریزیم رو میز. اینه. خاطر همین شاید کسایی که از بیرون ما رو می‌بینن فکر کنن که اینا مثلا به قولشون ما زنجلیلیم یا مثلا
ترسی هست، اصلا اینجوری نیست، همه احترامه، من این احترام دو طرفه است. نه اینجا به بعد دیگه قشنگتر میشه، ما تو بیزینس اینا تو اکونومی دیگه قشنگی چه اینجا به بعده جهی و بعد هی باید جا عوض کنیم. هم یه دو سه ساعت که بگذره بعد جاهاتون رو بدیم بیان جا اکونومی. نه ما تو خونم مرد سالاری حرف اول آخر رو من میزنم، من میرم اکونومی، خانم هم میشینه تو بیزینس. نه حالا یه جوری درستش اونا تو مرسالاریه؟ آره حرف اول آخر من میزنم چشم چشم آخر دیگه من میگم زمانی که جایی که عادل حکم نست عادل ما مجموعی حرفشو گوش بدیم. ولی واقعا این که بگن مرسالار و زنسالار واقعا یه سه به نظرم مسخره و بیمنیه. تو خونه ما که حداقل اینجوری نیست، هر جایی که لازمه عادل خب صلاح میدونه و من حرفشو گوش میدم و جایی که خب فکر میکنه که شاید من دارم درست هم میگم حرف من. نه واقعا اینجوری نیست، حالا اینه که خیلی نزدیکم به من رفت آمد داریم میدونن که واقعا اینجوری نیست. حالا اون حرفی که شهرام اینا زدن که زن ذلیل ترین رو لقب دادن به من، من با شهرام تا الان یه جا نرفتم که نمیدونم شهرام چجوری این لقب رو به من داد. کی گفت؟ خب بگو کی گفت؟ من بنده خدا شهرام گفت من زنجری ندارم. خب دم شهرام گرم. یکی به من آخه امروز گفت شهرام گفت. نه و خدا رو شکر. مشابه میرزا جانپور گفت. مجردا بودم. آقا مجردا بودم. فراد قایمی گفت. نه دیگه اگه بخواید. خب نه دیگه به من بگو من تا بگم. سعید معروف گفته. سعید که اصلا نه. سعید نبود. نه هر کی بوده دستش درد نکنه خیلی لطف کرد. جبران میکنم بعدم میفهمم دیگه. ولی یه چیز باید بگم، درگوشی خیلی مشورت کردن بعد به این نسلستن که اسم یه نفر رو نگن، گفتن نه اینو نگو، بعد برای اینکه باید جواب منو میدادن گفتن خب حالا من میفهمم کی بوده دیگه، بعدم به حسابش میرسم، تصاویرش بخش میشه بعد حسابش میرسم. ولی واقعا ما یه زنزلیل داریم، اینم دکتر سیامک حفیظیه. یعنی این دکتر سیامک، نه واقعا 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 نمیشه گفت زنزلیل، واقعا این دوتا، این دوتا کفتر عاشق میمونن. یعنی این دونه که میریزی دوتایی همجور میپرم واسه جونا میخورم من. صبح تا غروب اینجا با هم بودن، تکون نمیخورد اصلا. واقعا کفتره عاشق به اینا میشه گفت. زنزلی که اصلا معنی نداره، این مال 50 سال پیش بوده، الان که بابا دیگه ماشالله مرد سالاری همه خونه ها، الان فرزند سالاری و مرد سالاری تمام خانواده ها داره موج میزنه. زن ها بدبخت ها حرف زنن یکی دیگه. چی کارش نیست؟ سلام شوخی میش نبود. حالا بچه های من حرفه‌ای هستم خدا رو شد که ما میرفت چه نمیرفتیم چه میرفتیم حتما همین مقام رو میابردن. ولی خب بچه ها واقعا از لحاظ روحی خسته بودن، حداقل من همسر خودم رو شاهد بودم که دیگه روز آخر کلافه بود، ولی خب با رفتن ما خدا رو شد یه روحیه خیلی خوبی حداقل برشون ایجاد کرد. از لحاظ خیلی مهم بود دیگه. بله 100% 100%. خانواده والیبال همه محیط گرمه و احساس تنهایی نمی‌کردیم، احساس می‌کردیم که خواهرای خودمون اومدن و واقعا خیلی راحت بودیم. فکر می‌کنم که حرکت خیلی قشنگی بودش که از سوی فدراسیون محترم والیبال و اسپانسر محترم گلرنگ انجام گرفت. فکر می‌کنم که ان‌شاءالله تداوم پیدا بکنه. خیلی روحیه بخش بود برای بازیکن‌ها. فکر می‌کنم که فضای سنگین 40 روز دور از مملکت رو فکر می‌کنم که جبران کرد این حرکت.